دوباره برگشتیم دوست عزیز. در این قسمت برنامه ما جوان موفق و عزیز کشور ما را سخیداد نظری را با خود داریم که ایشان مسئول کمیته بانوان کامبت سامبوی افغانستان هستند و در رابطه با فدراسیون به ما معلومات بیشتر میتن. سلام سخیداد صاحب، نظری صاحب، خوش آمدین، صبحتان بخیر و چه خوب است که در عموم یک معلومات کلی در رابطه با امیر رشته بر دوستای ما بودین. سلام خدمت شما و به تمام کارکنان تلویزیون چراغ و به تمام مردم غیور و مبارز افغانستان صبح همگی بخیر. بسیار عالی. درباره چی گفتین معلومات؟ کامبت سامبو. کامبت سامبو یک رشته روسی است که در سال 1920 به خاطر تقویت و قابلیت های ارتش روسیه بنیانگذاری شد توسط ویکتور اسپریدیوف و واسلی اوشچپکوف. بنیانگذاران این رشته بود که واسلی اوشچپکوف در سال 1937 به خاطر امی تاسیسات و پاکسازی سیاسیون در ژاپن متهم به جاسوسی شد و زندانی شد، همونجا وفات یافت و بعد قبل از اینکه مثلا متهم شود در ژاپن رشته جودو را نزد تحت نظر استاد و بنیانگذار رشته جودو ژاپنی جیکارو کانو که بنیانگذار رشته جودو ژاپنی است آموخت و بعد این مثلا همی افتخار موسیس یا بنیانگذاری رشته را به شاگرد اوشچپکوف دادن که نام اسمشان خار لامپیف میباشد در و این رشته در سال 1968 من حیث رشته رسمی در کمیته قشون سرخ شوروی بر رسمیت شناخته شد و توسط سازمان فیلا تایید شد در سال 1968 و در سال 1938 ببخشید در سال 1938 به توسط روسیه من حیث ورزش شناخته شد و در سال 1968 در من حیث در فدراسیون اولین فدراسیون آماتور کامبت سامبو یا FIAS در جهان سازماندهی شد که اینو به دو بخش تقسیم میشد، بخش شرقی و غربی. بخش شرقی در خود روسیه تدریس میشد و بخش غربی در امریکا و اروپای غربی. بسیار خوب. و یعنی رشته داره پنج بخش میباشه: اسپورت سامبو، کامبت سامبو، سامبوی دفاع شخصی، سامبوی ویژه و سامبوی آزاد. بله که با زیادتر از توسط سازمان FIAS همین سه بخش از این برسمیت شناخته شد که اسپورت سامبو، کامبت سامبو و سامبوی آزاد میباشه. خیلی و زیادتر جوان مثلا در بخش بیرون از نظام، بیرون از نظام که کسانی که کارکنان بانگ است، مثلا کسایی که در دفاتر کار میکنه و با زیادتر در قشر جوانان بین بانوان همین دفاع شخصی سامبوی دفاع شخصی زیادتر رایج است و کاربرد زیادتر داره. بسیار و کامبت سامبویش یک مبارزت آزاد داره که زیادتر علاقمندانش جوانان از طبقه ذکور می باشن و اسپورت سامبویش یک بخش گرند سبمیشن یا مثلا زمینی کار میشه که در آمریکا و در کشورهای غربی زیادتر فعالیت داره. خیلی عالی، بسیار عالی. نظری صاحب، خب امیدوار هستم که جوانان عزیز ما که در رابطه با این رشته معلومات نداشتن، نظری صاحب بسیار معلومات دقیق و جامعه را بر ما ارائه کردن. امیدوار هستم که جوانان عزیز در رابطه با این رشته معلومات پیدا کرده باشن و همچنان شاید هم در این رشته روی آورده باشن و روی هم بیارن. خب فردینا جان، خودت اگر کدام سوال داری؟ نگین جان، ما خودت هم رسانه هستیم و اگر در نظامی بودیم حتما در این رشته خیلی علاقمند شدم، اشتراک میکردیم. میشه از برخورد مردم بگوین امرویتان به خاطر از اینکه کامبت سامبو یک نام بسیار جدید است، هیچ کس با این نام آشنایی خاصی نداره، از برخورد ورزشکاران امروی خودت و همچنین برخورد اشخاص دیگه که در جامعه هستن نظر به این ورزش یادآوری کنین؟ در افغانستان زیادتر مردم یک کمی حساب مثلا فرهنگی یا مثلا سوادشون پایین تر هستن نسبت به کشور خارجی. کشور ما شما خیلی زیر فقر هستن. من گوشتم پیشترم گفتم که سلام به تمام مردم غیور و مبارز افغانستان. بعضی ها با فقط مبارزه میکنه، بعضی با گرسنگی مبارزه میکنه، بعضی به خاطر گرفتن چوکی مبارزه میکنه، کلا مردم افغانستان در حال مبارزه است. بله. و ما هم که برخورد مردم در برابر جوانان ورزشکار البته خیلی خوب هستن و مردم تشویق میکنن. بله. جوانان و خصوصا خود ما را که تشکر میکنم از فامیل عزیزم، از پدر مادر گرامی که همیشه حمایتگر ما بوده
مرا تشویق میکرده و زیادتر مردم به چشم نیک و به چشم افتخار میبینه. خیلی موفق کامگار. موفق کامگار باشین. و دوست عزیز نگفته نمانه که نظری صاحب 12 سال است که در رشته ورزش کار میکنه و همچنان در این مدت زمان اکثر وقت مربی بوده و بسیار دخترها، بانوان و همچنان ورزشکارهای موفق را تقدیم به جامعه کردن. خب نظری صاحب تشکر از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. جهان سپاس، خرسند شدیم که تشریف آوردین. تشکر از شما و تشکر از تلویزیون زیبای شما و برای همه مردم افغانستان یک آرامش سرتاسری و یک صلح سرتاسری. انشاءالله. ممنون شما. خب دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه امروز ما که ما در قسمت اول برنامه دکتر صاحب سراج الدین نجابی را با خود داشتیم که ایشان متخصص روان و اعصاب بودند و پیرامون دپرشن و یا هم افسردگی با ما بسیار معلومات دقیق و عالی دادن. امید که از معلومات دکتر صاحب مستفید شده باشین. و همچنان در قسمت دوم برنامه ما استاد هاشم علیار را با خود داشتیم که ایشان معاون فدراسیون کامبت سامبوی پلیس افغانستان هستند که در رابطه با تشکیل این فدراسیون و همچنان در رابطه با خود فدراسیون و همچنان در رابطه با کارکردها، مدال‌ها و همچنان کمربندهاشان با ما معلومات بسیار عالی دادن. و همچنان در قسمت سوم برنامه ما سخیداد نظری رو با خود داشتیم که ایشان مسئول کمیته بانوان کامبت سامبو است که بسیار در رابطه با این رشته معلومات عالی و دقیق دادن. و تشکر از اینکه تشریف آوردن. جهان سپاس. و تشکری خاص از شما هم دارم که تا این برنامه ما را تماشا کردین و همچنان شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. ممنون از تمام شما بیننده های نازنین که تا این دم روی برنامه ما را تماشا کردین. البته نگفته نمانه که باید سپاسگزاری کنم که همیشه نظریات نیک را بر ما روان میکنین و ما هم از نظریات نیک شما استفاده میکنیم. بله. امروز ما هم برنامه ما به پایان رسید. خدا کنه که شما از برنامه ما قسمی که دکتر صاحب بودن و توصیه خیلی خوب داشتن هم مستفید شده باشین و همچنان مهمانای ورزشکارایی که داشتیم هم باعث ازی شده باشه که شما هم یک جسارت داشته باشین و یک همت کنین و همچنان به ورزش هم رو بیارین. بله. و ورزشکارای ما را نگفته نمانه که تشویق کنین. بله. برنامه امروزی ما به پایان رسید. تا اینکه فردا باز هم من فردینا سروری و همچنان نگین عظیمی در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و لایزال می‌سپاریم. وقت خوب و خوش، روز خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.